این کره زمین ماست، سیاره‌ای که با وجود انسان تغییرات زیادی را متحمل شده. یعنی میتونیم بگیم اگر انسان ها نبودن، شاید خیلی جاهای کره زمین یه شکل دیگه بود. وجود انسان روی هر چیزی که بگی تأثیر گذاشته. از کوچکترین جاندارها تا بزرگترین اونها تحت تأثیر انسان قرار گرفتن و خیلی هاشون منقرض شدن. محیط زیست زمین رو که نگو. انسان باعث شده تغییرات شگرفی رو تجربه کنه. شاید بگی نه، انسان چیکار کرده؟ انسان این کارا رو کرده. کدوم حیوانی آشغال میریزه تو طبیعت؟ کدوم حیوانی جنگل‌ها رو نابود میکنه؟ کدوم حیوان با سوزوندن سوختهای فسیلی هوا رو به شدت خراب میکنه؟ و همون هم باعث میشه زمین گرمتر بشه و موجودات دیگه هم در عذاب باشن. حالا تو این برنامه میخوایم ببینیم اگر این زمین همه چیش سر جاش باشه، فقط انسان‌ها نباشن چی میشه؟ انسان ها از موقعی که پاشون روی این سیاره باز کردن مشغول تخریبن. از خیلی گذشته میتونیم مثال بیاریم. مثلا در آخرین عصر یخبندون یکی از موجودات مهم به زمین رو کلن از بین بردن. ماموت ها آخرینشون حدود 10,000 سال پیش رو زمین قدم میزده و دیگه تموم شدن. جوری که انسان‌ها اینا رو می‌کشتن معلومه که انسان‌های اولیه گوشت ماموت رو خیلی دوست داشتن. اما تا موقعی که انسان‌ها به تکنولوژی دست نیافته بودن، سرعت تخریبشون خیلی پایین بوده. اما از وقتی که تکنولوژی رو به دست آوردن، تخت گاز کردن که زمین رو از بین ببرن. این بار دیگه زمین رو نمی‌خوان از بین ببرن، بلکه می‌خوان زمین رو با خودشون از بین ببرن. دانشمندان میگن این روند گرم شدن زمین فقط به خاطر زیادی خواهی های انسانه و از 200 سال پیش شروع شده. نابودی جنگل ها، توسعه شهرها و کارخونجات صنعتی دمای زمین رو داره بالاتر و بالاتر میبره. گرم شدن حالا به کنار، ولی مصیبتش اینه که این دما یخها رو آب میکنه و سطح دریاها رو میاره بالاتر. اما بیشتر از خود زمین، چیزی که صدمه میخوره این جاندارهای زبون بسته دیگه هم که دخالتی تو این تخریب ندارن، اما محیط زندگیشون روز به روز بدتر میشه. درختها رو تخریب میکنن، بتونارمه و تیراهن میارن بالا. البته اونا فقط تخریب نکردن، بلکه یک چیزایی رو هم بهتر کردن. مثلا محصولات ژنتیکی کشاورزی که با دستکاری ژنتیک گیاهان باعث شده مثلا محصول ذرت چند برابر بشه. اونها یک سری حیوانم که اهلی شدن و باشون هستن رو هم زیاد کردن، انواعشون رو بیشتر کردن و اونها رو برای مصرف خودشون بهتر نگهداری میکنن. مثلا محل تولد درخت پسته ایران و افغانستان بوده. حالا اگر انسان ها نبودن، فکر میکنید پسته میتونست به آمریکا برسه و مثل الان به مقدار وفور اونجا کاشته بشه؟ اینها تغییراتیه که انسانها روی زمین ایجاد کردن. اونها حیوانات رو هم روی زمین جابجا کردن. بعضی وقتا از قصد، بعضی وقتا هم اشتباهی. مثلا در سال 1859 انسانها چند تا خرگوش اروپایی رو بردن استرالیا، اونجا ولشون کردن. امروزه جمعیت این خرگوش ها بیشتر از 200 میلیون تا شده که به یک موزل بزرگی برای استرالیا تبدیل شده، چون اینها دارن محیط زیست رو از بین میبرن و هیچ حیوان درنده ای نیست که اینا رو شکار کنه تا اینقدر زیاد نشن. جمعیتشون به صورت تصاعدی داره میره بالا. اگر فکر اساسی نکنن، مشکلات خیلی بزرگتری براشون ایجاد میکنن. حیوانات وحشی که رو زمین زندگی میکنن سعی میکنن خودشون رو از انسان دور کنن. یک غریزه اونها رو فراری میده و برای همین یک جاهای مخصوصی وجود دارن. اما اگر انسان ها نبودن، مثلا شیر تو همه نقاط خشکی زمین پیدا میشد، یا فیل همینطور، یا خرس. اما انسان ها باعث شدن که این حیوانات
در یک گوشه کناری بین خودشون و انسانها مرز بکشن. 100% میشه باور کرد اگر انسان ها نبودن، جنگل ها و درخت ها خیلی بیش از امروز بود، چون دیگه انسان ها نبودن که درخت رو بریزن پایین و از چوبش استفاده کنن یا اینکه زمینش رو تبدیل به یه چیز دیگه کنن. انسان ها در تخریب جنگل ها ید طولایی دارن. اونها از هزاران سال پیش جنگل زدایی کردن تا اونجایی که دستشون رسیده درخت ها رو قطع کردن که از مزایاش استفاده کنن. اما امروزه خیلی انسان‌ها دارن سعی می‌کنن که درخت‌های کمتری از بین بره و جاش هم چند تا بکارن. این عملیات خیلی خوبه، اما خیلی کار و زمان می‌خواد تا برسیم به اون نقطه مطلوبش. خیلی از انسان‌ها فهمیدن که چه اتفاقی داره برای زمین می‌افته و سعی می‌کنن جلوشو بگیرن. اونها سعی می‌کنن از آتش‌سوزی جنگل‌ها جلوگیری کنن. اونم با تکنولوژی که بتونن آتیشو در نطفه خفه کنن. خیلی دارن روی این تکنولوژی کار میکنن. ستاره شناسان دارن روی این موضوع فکر میکنن که اگر یک شهاب سنگ خاص به طرف زمین بیاد جلوشو بگیرن. انسان جدید احتمالاً میخواد گذشته هاشو جبران کنن، حداقل نذاره زمین بیشتر از این نابود بشه. اونها حتی سعی میکنن گیاهان زمین رو نگهداری کنن. اگر ویدیوی ذخیره بذر جهانی رو در آنتن دیده باشید، میدونید که برای نگهداری گیاهان دنیا چه جایی رو درست کردن. این ذخیره بذر جهانی خیلی جای مهمیه، چون بذر گیاهان تمام دنیا اونجاست و اگر یک منطقه ای از بین بره، میتونن جایگزین کنن. در گذشته یک سیل بزرگ میتونست اصلا یک گیاهو منقرض کنه، اما امروزه بذرش تو اون انبار هست. انسان‌ها حتی سعی کردن که بذر حیوانات رو هم نگه دارن. البته منظور از بذر اسپرم حیوانات مختلف دنیاست. به این مکان‌هایی که این اسپرما نگهداری میشه میگن frozen zoos، یعنی باغ وحش یخ زده. این مراکز در چندین نقطه دنیا وجود داره که اسپرم بیشتر حیوانات ارزشمند دنیا در اونها نگهداری میشه. از یک چرخ ساده تو یک روستا تا یک فضاپیمای پیشرفته مثل وویجر که داره فضا رو میشکافه و جلو میره، همگی ساخت انسانه. پس اگر انسان نبود، هیچ کدوم از اینها هم نبود. در هر صورت فعلا انسان‌ها رئیس کره زمینه و همه چیه این سیاره فعلا دست ماست، حتی آیندهش. تصمیم دیگه با انسان‌هاست که آیا میخوان کوتاهی‌هاشون رو نسبت به زمین و موجودات اون جبران کنن یا نه. جواب این سوال رو زمان خواهد داد. البته اینم باید بدونیم که اینترنت باعث شده که روز به روز انسان‌ها روشن‌تر بشه و به فجایعی که قبلاً به بار آوردن پی ببرن، و این جای امیدواریه.